هنگامی که مرگ بر نوح نبی نازل شد او 950 سال در میان قوم خود زندگی کرده بود و شب و روز قومش را به ایمان دعوت می کرد. نوح علیه السلام گفت من شب و روز آنها را به ایمان دعوت کرده اما دعوت من موجب چیزی جز گریختن آنها از من نشد و هرچه نزد تو بیشتر برایشان دعا و طلب مخفرت می کردم آنها انگشتشان را در گوششان میگذاشتند و از من فرار می‌کردند. آن حضرت در دعوت کردن قومش هیچ کوتاهی نکرد. با این حال کسی به او ایمان نیاورد جز عدی اندک. نوح در دعا به خدا فرمود که من شکست خوردم. ما نیز درهای آسمان را به بارانی توند و رگبار بگشودیم و زمین را به صورت چشمه های جوشان بشکافتیم و در میان موجهایی همانند کوه آنها را میبرد. نو فرزندش را که در جایی دور بود صدا زد. نو پسرش را گرفتار دید که صدا می زند. آن پسر پسرش دنبال جایی می گشت که غرق نشود. همانند بقیه مردم آب از زمین به بالا منفجر می شود. آسمان به زمین سرازیر می شد نوح فرمود فرزندم بیا. با ما بیا و از کفار دور بمان. پسرش بود. همانی که در آغوشش می گرفت. فرزندش. همانی که بلندش می کرد و دوستش داشت. کسی که هم خوراکش بود. همانی که پناه می برد به پدرش که بتواند بخوابد. همانی که با گریهش گریه می کرد. با شادیش شاد بود. و حال شاهد مرگ اوست. ای پسر! با من بیا. با من بیا و از کفار نباش. من به زودی خود را به کوهی خواهم رساند که مرا از خطر آب حفظ کند. امروز هیچ پناهی از عذاب خداوند نیست. مگر برای آنانی که مورد رحمت خداوند قرار بگیرند، ای پسر، هیچ پناهی نیست. من به زودی خود را به کوهی خواهم رساند که مرا از خطر آب حفظ کند. امروز هیچ پناهی از عذاب خداوند متعال نیست. مگر برای آنانی که مورد رحمت خداوند قرار گیرند. عده اندکی در کشتی هستیم. تعدادشان بیش از چهل و دو زن و مرد نیست. موج آنها را از هم جدا کرد و پسرش با دیگران غرق شد. آنها در میان موج گرفتار شده بودند و در حال مرگ بودند. نوح زندگیش را در کشتی سپری می کرد. قومش بیشتر می شود و سنش بالاتر می رود. و در بستر مرگ می افتد. و محمد نیز فرستاده است که پیش از او هم پیامبرانی آمدند و رفتند. آیا اگر او بمیرد یا کشته شود از عقیده خود بر برمیگردیم؟ پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از محبوب ترین پیامبران نزد خداوند است. تقدیر و حکمت خداوند بر او نازل شد و فوت کرد و به سوی خدا شد. همچنین پیامبران قبل از او مانند شعیب، لوط، صالح، هود، نوح انگامی که مرگ نازل شد بر نوح علیه السلام کسی که با قومش صدها سال زندگی کرد آنکه زندگی کرد برای دعوت مردم آنکه به درگاه خداوند دعا می کرد خداوند دعایش را مستجاب کرد حال آن حضرت در بستر مرگ است نوح علیه السلام به انتظار مرگ دراز کشیده. پسرش را فرا میخواند و گفت به نزد من بیا. بیا که آخرین وصیت خود را برای تو بکنم. برایت وصیت کنم. نوح چهار پسر داشت. یکی از آنها غرق شد و مرد. سه پسر دیگر همراهش بودند. و هنگامی که مرگ بر او نازل شد، به یکی از سه پسران مؤمنش گفت پسرم من نزد من بیا که وصیتم را برایت بخوانم پس پسر به پدرش نزدیک شد و پدرش گفت تو را به دو چیز فرا می و از دو چیز نه می کنم امرت می کنم امرت می کنم به لا اله الا الله بدان که اگر هفت آسمان و هفت زمین در یک کفه ترازو و لا اله الا الله در کفه دیگر ترازو باشد لا اله الا الله سنگین تر خواهد بود اگر هفت آسمان و هفت زمین به صورت یک حلقه محکم و یک پارچه تبدیل شود میدانی این آسمان ها چقدر عظیم است آیا تو فاصله بین آسمان ها را می دانی؟ روزی پیامبر با یارانش نشسته بودند در کنارشان. ابری عبور می کرد. پیامبر فرمود نام این چیست گفتن ابر. فرمود بارانزاست؟ گفتند که خدا و رسولش بهتر می دانند. آن حضرت فرمود می دانید فاصله بین آسمان و زمین را؟ گفتند که خدا و رسولش آگاهند. فرمود فاصله زمین و آسمان 500 سال است. اگر کسی بخواهد از زمین به آسمان برود، باید 500 سال راه برود. یعنی 500 سال باید برود تا به آسمان برسد. این فاصله بین آسمان و زمین است. و پرسیدند که آیا می دانید که بین این آسمان و آسمان بالاتر چقدر فاصله است؟ گفتند که خداوند و رسولش بهتر می دانند. فرمود 500 سال فاصله است. پرسید آیا می دانید که مسافت بین آسمان دوم و بالاتر چقدر است فرمودن 500 سال است آیا می دانید فاصله بین آسمان سوم و چهارم چقدر است فرمودن 500 سال است بین سوم و چهارم چقدر است بین چهارم تا پنجم چقدر است و همچنین بین پنجم تا ششم و ششم تا هفتم چقدر است هر کدام 500 سال فاصله دارند 500 سال فاصله بین هر آسمان است فرمود بالای آسمان هفتم دریایی است و قطر هر آسمان هم پانصد سال است و مسافت همه آسمان ها از آسمان دیگر نیز پانصد سال است این هفت آسمان عظیم به حلقه محکم و یک پارچه تبدیل شود و آن حلقه به گونه ای باشد که کسی نتواند جای ضعیفی در آن پیدا کند که آن را باز کند لا اله الا الله آن را می شکند و نوح گفت به تو امر می کنم که سبحان الله و الحمدلله را بگویی چرا که این ترازوی همه چیز است این ترازوی همه چیز است این حلقه نامرئی را تنها می تواند ذکر لا اله الا الله از میان بگشاید و فرمود نوح به فرزندانش امر کرد که شاکر خداوند باشید همانا که این ترازوی کل هستی است نوح زمان مرگش وصیت کرد که کلید بهشت لا اله الا است داشت فرزندانش را نصیحت می کرد که لا اله الا الله دارای فضیلت ها و شروطی است که باید آن شروط را ادا کنیم تا در روز قیامت به ما نفع برساند <applause> اگر به کلمه لا اله الا الله عمل کنی کلیدی می شود که در بهش را با آن باز می کنی ولی این کلید هم دندانه هایی دارد این دندانه ها شرط هایی هستند که هنگام مرگ از آنها سود می بری. یکی علم یکی یقین و قبول مقید بودن و پیروی کردن صداقت و اخلاص و محبت. محبت خداوند به تو توفیق می بخشد و علم ضد جهل و نادانی است. کسی که با علم لا اله الا الله می گوید می داند که خداوند یکتاس و تنها معبود قابل پرستش است. نه قبر نه درخت را عبادت می کند و به این کار هیچ اعتقادی ندارد. معتقد است که این فرد نیکوکار نمی تواند رزقم را زیاد و کم کند و نمیتواند با لمس کردن شکم همسرم به من فرزند عطا کند. باید بدانند که رزق از جانب خداست و این ملک از آن خداست و ساختار هستی نیز از آن خداست و علم بر اینکه لا اله الا الله نفی و اثبات است. لا اله نفی است الا الله هم یعنی اینکه کسی را جز خدا نمیپرستم. پس علم و یقین داریم. این که یقین داریم که خداوند یکتاست و هیچ شریکی ندارد. با خود نمیگوید که صاحب این قبر در آفرینش با خداوند متعال شریک است. پناه بر خدا. و شاید این بوتی که اینجاست شریک خداوند باشد و شاید این سنگ هم مثل خدا نفع و ضرری برساند خیر. کسی که یقین دارد نفع و ضرر و ملک و رزق و عبادت و تقرب و همه اینها را حق خداوند متعال میبیند، صاحب علم و یقین و قبول است کسی که لا اله الا الله را قبول کند پس اگر الله به نماز امر کند قبول می کند به روزه امر کند قبول می کند به چشپوشی امر کند قبول می کند امر کند به صدقه امر کند به نیکی به پدر و مادر قبول می کند پس شد علم یقین قبول و انقیاد این که از لا اله الا الله اطاعت کنی. بگوید نماز پنجگانه بخوان بخوانی خداوند امر کند که قربانی نکنی پس قربانی نکن مگر برای خداوند امر کند که به جز او کسی را سجده نکنی تا هم کسی را جز او تعظیم و سجده نکنی علم یقین قبول و انقیاد چیزی را که میگویم درک کن صداقت را با دروغ گفتن آلوده نکن بعضی از جوانان شاید در کشورهای اروپایی با دختری مسلمان آشنا بشن عاشقش بشن با او در محیط دانشگاه رفت آمد کنند ما به کافر دختر نمی دهیم خداوند این را حرام قرار داده تو باید مسلمان شوی او هم به دروغ می گوید لا اله الله و محمد رسول الله این را برای نزدیکی به الله و به خاطر بزرگی و اقرار به ربوبیت و الوهیت خداوند نگفته است لا اله الله را به دروغ ریا و یا برای کسب منفعتی یا دفع ضرری نگفته باشد بلکه با صداقت و فقط به خاطر نزدیکی با خداوند آن بدان اقرار کرده باشد برای همین است که علما گفتند اول صدق بعد اخلاص هیچگاه دروغگو نباش و ریاکار نباش اول صدق بعد اخلاص مگر دروغ را برای نزدیکی به درگاه خداوند و دفع شر را بلا گفته باشید پس هم صدق و هم اخلاص و در کنار آن علم و یقین و قبول و انقیاد هم باید در کنار صدق و اخلاص و محبت باشد یعنی لا اله الا الله را دوست داشته باشی و اینکه بدانی خداوند همیشه به فکر مصلحت ماست و امر به احکام شرعی به مسلحت خود ماست برای مسلحت ما میگوید زنا نکنید برای مسلحت میگوید مشروب نخورید برای مسلحت میگوید به پدر و مادر نیکی کنید شریعت را دوست داشته باشید و به لا اله الا الله عمل کنید پس برای همین نوح علیه السلام در بستر مرگ به فرزندان خود چنین وصیت کرد پس نوح علیه السلام به پسرش وصیت کرد و پیامبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیز به تمام مردم همین وصیت را کرد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم به پایان زندگی نزدیک بودند. آن حضرت برای برگزاری نماز در مسجد بودند که به پیش همسرشان آیشه که خداوند از او راضی باشد رفتند. بعد از نماز مغرب روز جمعه بود. نماز را که خواندند، همان موقع بود که بیماری آن حضرت شروع شد و تبشان تم طب برگ بود بستری برایشان فراهم کردند به پهلو دراز کشیدند ایشان سعی مقابله با تب شدید را داشتند که باعث ضعف ایشان بود و حضرت این درد را تحمل می کرد تا ایشان را برای نماز اشا صدا کردند. حضرت بیرون نرفتند خانه های پیامبر درهایی داشت که به داخل مسجد باز می شود. مردم به این درها نگاه میکردند و پیامبر صلی الله علیه و علیه و سلم از این درها وارد مسجد می شدند. این بار هم مردم منتظر ایشان بودند اما نیامدند. او را دوباره صدا کردند. ای رسول الله! ای رسول الله! پیامبر در آن حال پرسیدند. آیا مردم نمازشان را خواندند گفتند که خیر رسول خدا منتظر شما هستند پیامبر تلاشی کردند اما نتوانستند سراپا بیایستند. فرمودند پس برایم آب بیاورید در ظرفی بزرگ. برایشان آوردند. سپس حضرت در آب نشستند و بدنشان را خنک کردند. سپس به سختی از جای برخواستند. و بلافاصله فاصله از حال رفتند. مدتی بیهوش بودند. هنگامی که به هوش آمدند پرسیدند. مردم نمازشان را خواندند. گفتن خیر منتظر شما هستن. دوباره فرمودند برایم آب بیاورید. آب را آوردند و دوباره بدنشان را خونه کردند. و هنگام برخواستن مجددا بیهوش شدند. به هوش آمدند فرمودند مردم نمازشان را خواندند گفتند خیر فرمودند برایم ظرفی پر از آب بیاورید. فکر کردند که باید چه کنند تا تبشان فروکش کند فرمود برایم هفت مشک آب بیاورید که در آنها باز نشده باشد در آن زمان برای خنک نگه داشتن آب از مشک استفاده می کردند مش را گرفتند و آب را روی ایشان ریختند تا ایشان خنک شوند و تبشان فروکش کند به این کار ادامه دادند تا ایشان خنک شوند ایشان دستشان را تکان دادند که یعنی کافی است کافی است پس ادامه ندادند پیامبر سر حال شدند و برخواستند و دوباره از حال رفتند برای مدتی طولانی بیهوش بودند پرسیدن مردم نماز خواندند جواب شنیدن خیر منتظر شما هستند فرمودند به ابوبکر بگویید برای مردم امامت کند بعد از آن مردم نماز اشاره را با ابوبکر خواندند تا روز دوشنبه هفته دوم از بیماری ایشان ابوبکر امامت نماز را بر عهده داشتند تا اینکه بعد از چند روز پیامبر اکرم احساس سر حالی کردند روز دوشنبه هفته دوم از بیماری ایشان ابوبکر امامت نماز را بر عهده داشتند فرمودند علی و عباس را صدا بزنید به مسجد بروید دیگر آخرین لحظات زندگی پربرکت نبی خدا صلی الله علیه و آله علی و سلم بود ایشان بیرون آمدند و به مردم نگاهی کردند همانطور که ایشان خواسته بود مردم در صف نماز عبادت می کردند. با آنها نماز خواندند سپس فرشته مرگ نازل شد تا روح پاکترین و شریفترین انسان روی زمین را بگیرد. روح مولای ما رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. وسیعت ایشان موقع مرگ چه بود؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وسیعت کرد و فرمود نماز نماز یعنی برای نمازتان تلاش کنید یعنی نماز مهم است یعنی به نمازتان دقت کنید یعنی از آن ساده نگذرید دارایی و ملک شما ایمان شماست نماز بخوانید نماز با بردگانتان نیک رفتار باشید تحقیرشان نکنید به ایشان ظلم نکنید دارایی و ملک شما ایمان شماست نماز و پیامبر مدام تکرار میکرد نماز 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 حتی تا آخرین لحظه زندگی مبارکشان فرمودند نماز 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 این وصیت آخر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و به دوستان و نزدیکان خود فرمودند هیچ پیامبری فوت نشد مگر به اختیار خود مرگ را انتخاب کند بین این دنیا و آخرت و پیامبر اکرم آخرت را انتخاب کرد نماز نماز و دارایی تو چیزی جز ایمانت نیست و این وصیت پیامبر اکرم هنگام مرگشان بود نماز نماز لشه